سلام بینندگان شبکه آسیای مرکزی 31 یانوار برنامه خبری امروز است. فیروزی حیات هستم و برنامه را از سرخط خبرها شروع میکنیم. اینک توجه کنید. بناهای کیتایسکی با حکومت و پارلمان تاجیکستان، چرا چین با مجلس عالی و حکومت تاجیکستان رایگان بنا میسازد؟ یک بار جستی ملخک با بیک صبور مهلت دادند که اصلاح شود. سازمان جهانی تندرستی در سراسر جهان وضعیت فوق‌العاده اعلان کرده است. دلیر را آزاد کنید. فعالان برای آزادی روزنامه‌نگار دلیر شریپوف صدا بلند میکنند و طلب آزادی فوری او را دارند. قرار است مجلس عالی و حکومت تاجیکستان با بناهای نو نقل مکان کنند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان که امروز در یک نشست مطبوعاتی صحبت میکرد گفت فعلا تهیه لایحه و طرح نگاری بناها با نظرداشت معیار و قاعده های شهرسازی تاجیکستان به انجام رسیده و از تشخیص دولتی گذشتند. از یک پلوس از قول احمدزاده نوشته است که بناکاران چین به نزدیکی بنیاد مجموعه های بنای حکومت و پارلمان را در پایتخت تاجیکستان آغاز میکنند. رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان گفته است که آید به انتخاب پیمانکار کل که بعد از یکونی ماه معین خواهد شد تندر اعلان شده است. با گفته احمدزاده پس از این کارهای ساختمان آغاز میگردند. تاکید شد که برای ساختمان این بناها چین به صفت کمک به بازگشت 1.5 میلیارد یوان معادله 215 میلیون دلار مبلغ جدا کرد. چین هیچگاه و به هیچ کس به این مقدار گرانتی کلان نداده است، تنها به تاجیکستان. اما یگان کشور چون این مبلغ نمی دهد. آنها شرط گذاشتند که خودشان پیمانکار انتخاب می کنند، ولی شهروندان تاجیکستان را هم به کار می گیرند. علاوه بر این رئیس کمیته قید کرده است که ماموریت ساختمان انشاءات حکومتی به حیث یاور فرمایشگر فعالیت خواهد کرد. ما صفت کار را نظارت میکنیم، گفته است او. سازشنامه درباره جدا کردن کمک به بازگشت برای ساختمان بنای پارلمان و مجمعه حکومت تاجیکستان بین حکومت های هر دو کشور ماه سپتامبر سال 2017 ضمن سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به پکین امضا شده بود. بعد یک سال بین حکومت های هر دو کشور درباره دادن کمک به بازگشت ایلاوگی در حجم 900 میلیون یوان چینی برای آماده و عملی سازی لایحه آید به ساختمان این منزل ها، لایحه ها در ساحه های نقلیات و خدمت رسانی، فرهنگ و معارف سازشنامه به امضا رسید. ساختمان بنا برای حکومت و پارلمان تاجیکستان در حال آغاز می شود که سالانه صدها هزار از اتباع تاجیک برای دریافت رزق روزی عظیم روسیه می شوند. برخی از کارشناسان بر این نظرند که حکومت تاجیکستان با مصرف و خزینه های به حساب به کارهای دست میزند که در شرایط فعلی ضرورت ندارند. این کارشناسان میگویند بهتر بود که با این مبلغ کارخانه و فابریکا و زاودهای ساخته میشد که برای مردم جایها و فرصت های شغلی فراهم میکرد. در حال این مسئول معماری از کمک به بازگشت چین برای ساختمان منزل کاری به مجلس و حکومت میگوید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها در صحبتهایش میگفت که هیچ یکی از سازمان و یا کشورهای خارجی یک خاص خود را به هدف معین نمیدهند. ایرای دهها از کانهای معدنی گرانبها در سراسر کشور و بخصوص کانهای طلا به اختیار دولت چین کارشناسان نمونه معامله های میدانند که بیشتر بر نفع چین بوده است. با این حال بنای پارلمان در شفت خیابان رودکی بنیاد شده در قسم پیش آن گلگشت با فواره‌ها راه و پیره‌ها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی 49.7 متر را با نظرداشت گنبد 70 متر را تشکیل می‌دهد. مساحت عمومی بنای پارلمان 42874 متر مربع می‌باشد. بنای حکومت تاجیکستان در قسم مرکزی شهر دوشنبه در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیل سامونی جایگیر می‌شود. مساحت قطعه زمینی مجمع حکومت تاجیکستان 2.27 هکتار را تشکیل داده، در آن بنای 15 آشیانه حکومت، دو بنای 13 آشیانگی اداره‌های نزد حکومت، گلگشت با راه و پیره‌ها بنیاد می‌گردد. کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان به شرکت کامل 2010 فرصت داده است نقص‌ها و کمبودی‌های آشکار شده در ساختمان‌هایش را اصلاح کند. در غیر صورت مشروعیت لیسانسیا یا مجوز فعالیت آن بیکار کرده می‌شود. شرکت ساختمانی کامل 2010 به فرزند بیک صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان مربوط است. رحمت الله تبرزاده سردار خدمات ساختمان کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان در شهر این مساله گفته است آغاز ساختمان بدون تشخیص و نیز بیرون از تر بنیاد کردن آشیانه ها از جمله کمبودی ها در فعالیت شرکت کامل 2010 می باشند.
مسئول کمیته معماری و ساختمان افزوده است که در مورد کمبودی های این شرکت به دادستانی و شهرداری دوشنبه نامه ها ارسال کردند. او همزمان گفته است که ادامه کارهای ساختمانی برخی انشاءات های این شرکت در منطقه زرافشان شهر دوشنبه بازداشته شده است. ساختمان بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت یکی از تجارت های بیک صبور و خانواده اش گفته می شود. بیک صبور یکی از منصبداران است که در برابر کار دولت با تجارت مشغول است و همین موضوع مایه انتقاد او می باشد. در یک تحقیقات ژورنالیستی که اول ماه مارت امسال در کبر یک بخش پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح چاپ شد، خبرنگار تاجیک یعقوب حلیموف نوشته بود بیک صبور بیشتر وقت خود را نه با کارهای خدماتی علاقه بلکه با ساختمان و تجارت میگذراند. اما خود او میگوید مشغول شدن با تجارت خانه برای پس کردن شدت اجتماعی به بیخانه در کشور است. طبق قانون های تاجیکستان منصبدار دولتی حق مشغول شدن با تجارت را ندارد، اما بیک صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در شرکت دولتی تابع این خدمات تاجیک تلکام آفیس کاری شرکت ساختمانی کامل 2010 را فعال کرده و آشکار با مشتریان آن به خرید و فروش مشغول است. بیک صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بیش از 10 سال است که در این مسئولیت ایفای وظیفه دارد. پسر او سیاووش شوفر یکی از 7 دختر امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است. گفته می شود علت با جوابگاری نکشیدن او به محض خش و تباری با امامعلی رحمان است. مقامات بهداشتی تاجیکستان اعلان کردند که وضعیت مربوط با کرونا ویروس زیر نظارت است و کدام دلیل برای وهیمه کردن وجود ندارد. میرحمودین کمالزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در یک بریفینگی که در فرودگاه بین المللی دوشنبه دایر کرده گفته است سازمان جهانی تندرستی در رابطه با شیوع این ویروس حالت فوق العاده اعلان نکرده است. از این خاطر ما ادبای خود از چین را به وطن برنمیگردانیم. از بس که تاجیکستان عضو سازمان جهانی تندرستی است، با مصر دیگر اعضا توصیه های آن را اجرا میکنیم. در همین حال این مقام تندرستی تاجیکستان در رابطه با امکان سرایت این بیماری و گذشتن آن به تاجیکستان گفته است که تاجیکستان با خیلی از دولت های عالم همکاری های اقتصادی و سیاسی دارد و امکان عبور ویروس به کشور را نمیتوان استثنا کرد. توسط راه‌های زمینی و هوایی مال و محصولات وارد می‌شود. از این خاطر تاجیکستان تمام چاره‌ها را برای جلوگیری و خونسا کردن ورود این ویروس به کار می‌برد. در نزد وزارت تندرستی ستاد ویژه با نمایندگی تمام مقامات زیردخل و شمول مرزبانی تشکیل شده است. در نقطه‌ها و دیدبانگاه‌های مرزی اتاق‌های قرنطینه تشکیل شده و تمام افرادی که از خارج می‌آیند معاینه و تشخیص طبی کرده می‌شوند. باید گفت که سازمان جهانی تندرستی آخر روز پنجشنبه برای پهن شدن کرونا ویروس وضعیت فوق‌العاده بین المللی اعلان کرد. این تدبیر مخصوصا برای شهروندان چین تطبیق کرده می شد و آنها دوام 14 شبانه روز تحت نظارت خواهند بود. در حالت کشف علامت های این ویروس آنها را به بیمارستان مخصوص بستری می کنند. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در مورد پیدا شدن ویروس در کشور را تکذیب کرد. معاون وزیر تندرستی افزوده است که امروز برای قبول بیماران اگر که آشکار شود بیمارستان اینفکسیونی کودکانه و بیمارستان شهری با تمام لوازمات و داروماری آماده کرده شدند. با وجود دعوای مقامات تاجیک مبنی بر اینکه گذرگاه قلمه واقع در سرحد تاجیکستان چین بسته شده است، مالهای چینی با راه قاچاق وارد تاجیکستان می شوند. در این باره سامانه پیام خبر داده است. گذرگاه واقعا برای مالهای تاجران عادی بسته شده است، اما برای محصولاتی که اعضای خانواده رئیس جمهور وارد می کند باز است. بیشتر مالها از جمله محصولاتی که تخمینه امامعلی وارد میکرد بدون رسمیات گمرکی وارد میشدند و بسته بودن گذرگاه برای آنها اهمیت ندارد و بیشتر کالای وارد شونده محصولات ساختمانی و لباس و تکنیکا بوده، کسی حق ندارد در کانتینرها را باز کند. در حالی که دیروز معاون وزیر سودا و اقتصاد تاجیکستان تاجیدین جورازاده در نشست مطبوعاتیش گفته بود هرچند گذرگاه قلمه بسته است، مالهای غیر خوراکی چینی توسط کشورهای سیوم وارد تاجیکستان می شود، ولی نگفت آن کشورهای سیوم کدام هایند. عین حال اکثری همسایه‌های چین مرزهایشان را با این کشور را بسته اند. امروز باشد رئیس کمیته بخطری آذوقه‌واری تاجیکستان محمد سعید عبیدالله در نشست خبری این نهاد خبر داد که واردات محصولات خوراکواری از چین بنابر گسترش ویروس کرونا در این کشور ممنوع شده است. او گفت قبلا هم این کمیته اجازه واردات محصولات خوراکواری از چین را بجز چای و تخم‌های برای کشاورزی منع کرده بود، لیکن بعد گسترش ویروس واردات آنها را نیز منع کرد.
адвокат ҳо Абдураҳмон Шарифов ва Гулгуна Шозодаева имрӯз 31 январ нисбат ба қарори иҷозати ҳабси рӯзноманигори тоҷик Далер Шарипов шикоят бурданд. Дар ин бора Азия Плюс навиштааст ки ҳимоятгарони рӯзноманигор талаб доранд ки бинобар аз ҷониби Далер набудани хавф ба ҷамъият, ӯ аз боздоштгоҳи тафтишотии кумитаи давлатии амнияти миллӣ озод карда шавад. Сарвари маркази мустақили ҳифзи ҳуқуқи инсон Шоира Давлат ва ба Азия Плюс хабар дода гуфта ки ин шикоят ба суди болоӣ, яъне суди шаҳри Душанбе равона шудааст. Далер рӯзноманигор, ки матолиби мутафовит аз дидгоҳи ҳукумат менавишт, аз тарафи додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ рӯзи 30 январ барои 2 моҳ ба ҳабс гирифта шуд. Мақомот аз шаҳри парвандаи ӯ худдорӣ ва аз суҳбат бо хабарнигорон дар ин бора сарпечӣ карданд. Нисбат ба ӯ аз рӯи моддаи 189 қисми 1 кодекси ҷиноятии тоҷикистон барангехтани кинаву адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст, ки ӯро ҷазои маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то 5 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат таҳдид мекунад. Дар ин моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон омадааст: ҳаракатҳое, ки барои барангехтани кинаю адоват ё низои миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ё динӣ ё пас задани шаъну эътибори миллӣ равона шуданд, инчунин тарғиби бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин, мансубии онҳо ба миллат, нажод ё маҳал, агар ин кирдор ба таври оммавӣ ё ба истифодаи воситаҳои ахбори омма анҷом дода шуда бошад. Пештар падари Далер, Абдуманон Шарифов, гуфта буд ки фарзандаш ба ягон гурӯҳҳои террористию экстремистӣ иртибот надошт ва дар ягон тояш иштирок намекард ва ӯ журналисти мустақилу озод буд. Далер Шарифовро 28 январ кормандони шуъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ноҳияи Шоҳмансур барои бозпурсӣ даъват карданд. ӯ 29 январ барои идомаи бозпурсӣ ба бинои марказии кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон интиқол дода шуд. Барои дифои ҳуқуқи ин рӯзноманигори тоҷик маркази мустақили ҳифзи ҳуқуқи инсон ду ҳимоятгар таъмин кардааст: Абдураҳмон Шарифов ва Гулгуна Шозодаева. Ташкилоти ҷамъиятии мазкур узви эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар тоҷикистон мебошад. Ин боздошти рӯзноманигор дар байни фаъолон ва рӯзноманигорон вокунишро ба бор овард. Пештар бо талаби раҳоии ӯ даҳҳо нафар аз ҷумла Шӯҳрати Раҳматулло, Сафар Абдуллоҳ, Иршод Сулаймонӣ, Азиз Каримов, Саймуҳиддин Дӯстмуҳаммадиён, Ҷамшед Олимов садо баланд карданд ва имрӯз рӯзноманигор Хайрулло Мирсаидов дар саҳифаи фейсбукиаш хитоб карда гуфт: ду сол пеш ӯро ҳам бо ҳамин айбномаҳое, ки Далерро ба он иттиҳом мезананд, боздошт карданд, аммо чизеро исбот карда натавонистанд ва айбномаро бекор карданд. Саидов талаб мекунад то Далер озод шавад ва дигаронро низ даъват мекунад ин талаби ӯро дастгирӣ намоянд. Боздошти Далер Шарифов, рӯзноманигори мустақили тоҷик, ғайриқонунӣ буда ба паёми хеле бад барои боқимонда дигар андешон дар Тоҷикистон мебошад. Бояд зикр намуд, ки мо бо Далер ҳамеша дар тамос будем. То ҷое ки хабар дорам, Далер Шарифовро дар соли 2019 дасти кам 4 маротиба Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон барои бозпурсӣ мебурд ва ҳар замон бо ҳар баҳонаҳое ӯро барои соатҳо онҷо нигоҳ медоштанд. Тира моҳи соли гузашта, вақте Далер барои бештар аз 3 соат мавриди бозпурсӣ қарор дошт, намояндагони мақомоти амният ба манзили зисти ӯ рафта шиносномаҳояшро гирифта буданд. Далер давоми 1.5 моҳ натавониста буд шиносномаҳои худро аз мақомот бозгардонад ва мақомот ҳеч шарҳе ҳам ба ӯ намедоданд. Дертар шиносномаҳояшро баргардонданд. он фарзе мақомот, ки шиносномаҳояшро гирифтаанд, гӯё ба хотири ин ки аз фирори Далер пешгирӣ кунанд, ҳам комилан беасос буд ва ҳаст. Зеро Далер давоми ин ҳама вақт агар мехост аз кишвар берун рафта метавонист, аммо ҳамеша бар ин назар буд ва ҳаст, ки ҷои ӯ кишвараш аст ва ин ҳаққи табиӣ ӯ буд, ки интихоб кунад, ки куҷо зиндагӣ кунад. Далери имрӯзаи мақомот ҳам барои боздошти Далер комилан беасос ва то ҷое хандаовар ҳам ҳаст. Зеро китобе, ки ҳанӯз нашр нашудааст, чӣ гуна метавонад кинаи адоват барангезад? Илова бар ин, ҳамаи ҷомеаи фаъоли тоҷик, рӯзноманигорон, фаъолон Далерро ба хубӣ мешиносанд ва медонанд, ки Далер дар соли 2012 гурӯҳе иборат аз ҷавононро таъсис дода, он замон барои аз байн бурдани маҳалгароӣ дар зеҳни ҳамнаслонаш мубориза мебурд, ки худи ҳамон сол дар маркази Душанбе мавриди латукуб қарор гирифта буд. Бояд бигӯям, ки Далер борҳо ба идораи пулиси шаҳр рафта аз кӣ будани он гурӯҳи ношинос мепурсид ва ҳамеша ҷавоб мегирифт,
میگیرفت که پلیس در این سمت کار کرده استودند و آن گروه اوباش همین خیل ناشناس باقی موندند. خیلی و خیلی نگران تقدیر دوست گرامی ام و همکار صادق ام هستم و امید دارم که جامعه فعال تاجیک بخصوص روزنامه‌نگاران برای زندانی شدن باز یک روزنامه‌نگار تاجیک چشم نخواهند پوشید. نگرانی ام با آن خاطر هست که امروزها تا جای ما میدانیم موج بازداشت جوانان ادامه دارد و آنها را اکثریت آنها را تا جای خبر داریم از رسانه ها تمغه اخوانی یا عموما تمغه با گروه های اسلامی میزنند و خیلی میترسم که با این بهانه در این موج دلیر رو هم همراه نکنند. به خاطر همین خیلی دعوت میکنم از تمام همکسبان که برای دلیر خاموش نباشند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه امروزه ما با پایان رسید. اگر مطلب و پیشنهاد دارید می توانید طریق پست الکترونی و پیامک رسان های تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو با رقم 48519767404 با ما بفرستید. پخش لایک و ابونه شوی را در شبکه فراموش نسازید. برایتان تنسیاتی و کامیابی و استرایت خوش تمنا داریم. خیر تا برنامه های دیگر. خدا نگهدار.